سلام دوستان، سارا رحیمی هستم، سرتیفاید لایف کوچ، و امروز میخوام براتون راجع به همدلی و 6 موردی که جلوی همدلی کردن رو میگیره براتون صحبت بکنم. اصلا همدلی کردن یعنی چی؟ همدلی کردن یعنی که وقتی که طرف مقابل ما داره صحبت میکنه، حالا درد دل میکنه، صحبت میکنه، گریه میکنه، جیغ میزنه، هر کاری که داره میکنه، ما ذهنمون رو از فکر و قضاوت خالی بکنیم و سعی کنیم که با تمام وجود طرف مقابلمون رو بشنویم و حسش بکنیم و درکش بکنیم و ببینیم خودمون رو بذاریم جای طرف مقابل و ببینیم تجربه‌ای که داره انقدر اذیتش میکنه واقعا چی هستش. این رو در واقع بهش میگن همدلی. ولی 6 تا موردی که ما معمولاً به قصد خیر، به قصد خوب انجام میدیم، چون فکر میکنیم که طرف وقتی که میاد با ما صحبت میکنه ما باید مشکلش رو حل بکنیم، پس ما سریع میریم توی اون سیستم problem solving mode، یا اینکه الان پس من بیام مشکل تو رو فیکس بکنم، مشکل تو رو حل بکنم. برای همین این اشتباهات رو انجام میدیم، در صورتی که همدلی کردن این نیستش. یعنی من در واقع میخوام بهتون بگم همدلی کردن چیا نیست. مثالش میتونه این باشه که من مثلا دوران پندمیک بوده، یه چند کیلو وزن اضافه کردم و از این موضوع خیلی ناراحتم، میرم جلوی آینه، نامزدم من واسطاده و ناراحتم، ابراز نگرانی میکنم که من مثلا وزن اضافه کردم حالم بده. خب همدلی کردن چی نیستش؟ 1 نصیحت کردن. مثلا نامزد من متیو بیاد به من بگه که من اگر جای تو بودم حتما از امروز شروع می کردم، هفته ای مثلا چه می‌دونم 4 روز 2 ساعت ورزش کردم. نصیحت کردن همدلی نیستش. 2 بیاد راجع به مشکلات خودش بر من حالا بگه. بگه حالا تو که مثلا 2 کیلو اضافه کردی منو بگو که مثلا 6 کیلو اضافه کردم. این همدلی کردن نیستش. یا اینکه بیاد شروع کنه بخواد ادوکیت کنه منو، به من یه سی آموزش بده، به من بگه که میدونی این مدلی که تو این دوران غذا خوردی با استرس کاری که تو داشتی، با استرس درسی، اینجوری این روی این تاثیر گذاشته، این اتفاق متابولیسمت اونجوری شده. این همدلی کردن نیستش. مورد 4 اینه که بیاد بخواد منو آروم بکنه، مثلا بگه وای نه تو که مثل ماه میمونی، من هنوز عاشق تو هم، من تو رو خیلی دوست دارم، اشکالی نداره، حالا همه تو این مدت وزن اضافه کردن. این همدلی کردن نیستش. مورد 5 اینه که بخواد موضوع رو خیلی سبک در واقع جلوه بده، مثلا بگه بابا حالا چیکیات، حالا 2 کیلو مثلا اضافه وزن کردی، حالا پاش بریم بیرون مثلا یه چرخی بزنیم با هم. این همدلی کردن نیستش. و نکته 5 اینه که بخواد من رو تصحیح بکنه، correct مثلا بکنه، بگه که نه تو اشتباه میکنی، این موردی که تو گفتی، این وزنی که تو اضافه کردی به خاطر این نبوده، به خاطر این بوده، یا اینی که تو الان داری میگی. بخواد من رو یه جوری بالاخره تصحیح بکنه حرفی که من زدم. پس یادمون باشه وقتی ما بخوایم با کسی همدلی بکنیم، یه موقعی فقط باید گوش بدیم، اون فضا و اسپیس رو به طرف مقابل بدیم که حسش بکنیم، دردش رو حس بکنیم. اگر تو واقعا الان ناراحتی از این که وزن اضافه کردی، بگم متاسفم که الان وزن اضافه کردی، حالت بده، من چه کمکی از دستم برمیاد. این میشه همدلی کردم. سعی کنم متوجه باشم درد طرف مقابلم رو حس بکنم. الان چیه؟ الان داره آزارش میده، شلوارش دیگه، شلوار جینش دیگه تو پاش جا نمیشه، یا اینکه احساس میکنه جلو دوربین دیگه حس خوبی نداره وقتی که میره. این در واقع چی بوده؟ پس حواسمون باشه بدونیم که همدلی کردن چیا نیست، یا چه مواردی در واقع مانع و یا سد همدلی کردن میشه، و بتونیم کسایی که باهمون صحبت میکنن رو بهتر بشنویم، بهتر درکشون بکنیم و باهاشون همدلی بکنیم. مرسی که به این ویدیو گوش کردین. اگر که براتون مفید بوده حتما با دوستانتون شیر بکنین و کامنت بذارین. ممنون.